دروت بر همه شما عزیزان، درود بر عزیزانی که عاشق هنر ایران زمین هستند، عاشق فرهنگ ایران زمین هستند، عاشق نواهای نواحی و سنتی و بومی هر سرزمینی هستند. وقتی پیچ رادیو رو باز میکنیم و یه صدای خوش از یه لهجه و گویش خاص میشنویم، روحمون تازه میشه، طراوت پیدا میکنه، انگار در یه روستا هستیم. همونطور که دیدن یه روستا، دیدن یه کوه، دیدن یه دریا میتونه روح ما رو تازه کنه، یه ملودی، یک آهنگ و یک همراه با یک گویش محلی میتونه به جان ما طراوت بده. و این کار رو به زیبایی گروهی انجام دادن که شناسنامه و هویت موسیقی نواحی ایران همکنون هستن، گروه رستاج. و بار دیگر این سعادت رو دارم که با جناب فرزاد مرادی، خواننده و نوازنده این گروه همراه هم. جناب فرزاد، با درود به شما و سپاس از شما که دعوت من و دعوت پرشین وارز یا جوایز پارسی رو پذیرفتید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم بنی‌هاشم و بینندگان عزیز که از این طریق میتونم به نمایندگی از طرف گروه رستاک باشون صحبت کنم. ممنون از شما که بنده رو دعوت کردین. امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه. بدون شک. یه سری در اولین پرسش من این سوال از شما بپرسم که گروه رستاک گروه بدون حاشیه، حالا اگه خیلی بخوایم بگیم کم حاشیه هستن، در اطراف گروه رستاد ما سر و صدای خاصی نمیشنویم. گروهی هن که روان به کارشون ادامه میدن، نرم حرکت میکنن که از این حاشیه ها دوری کرده باشن. آیا این اعضای گروه یه پروتکل های خاصی رو پیروی میکنن که باعث شده این چنین بدون حاشیه، بدون سر و صداهای خاص اضافه کارشون رو ادامه بدن و پیش برن؟ خواهش میکنم. من فکر میکنم نه تنها گروه رستاک، هر گروه دیگه ای هم باشه، برای حفظ نظم خودش در واقع این کار رو باید انجام بده. و ببخشید اینجا یک گربه من دارم که میاد اذیت میکنه. من دلم میخواد که گربه بنشونیم رو پاتون. خواهش میکنم. عزیز، بسیار گربه شیطونی هم هستش و دوست داشتنی. عرض کنی خودش رو داری. بله. خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون که بله، هر گروه دیگه ای هم باشه، در واقع برای حفظ نظم و انضباط خودش قطعا یک قوانینی رو داره، یه پروتکل هایی رو رعایت میکنن و گروه رستاک هم از این قاعده مستثنا نیست و اعضایی هم که الان بعد از گذشت 20 و اندی سال در گروه موندن و دارن فعالیت میکنن، در واقع تونستن خودشون رو با این قوانین وقف بدن و روز به روز به هم نزدیکتر شدن از نظر فکری و کاری. و بله، حتما همینطور بوده و هست و خواهد بود. بله، به هر حال اون نظمی که در کار شما هست و رعایت آداب خاص و قطعا پیروی از اخلاق مداری باعث شده که هیچ گونه حاشیه‌ای در اطراف شما حداقل من نشنیدم. شما خودتون چیزی شنیدید جناب فرزاد؟ که حاشیه داشته باشیم؟ بله. معمولا اینطوری بوده که همه گفتن گروه رستا که گروه بی‌حاشیه است و اصولا حالا این واقعا شعار نیستش که بگیم که اونقدر درگیر کاریم که
دیگه وقتی برای رفتن تو حاشیه نداریم. شاید خیلی از هنرمندا دوست داشته باشن که خودشونو تو فضاهای زرد قرار بدن، از خودشون اصلا عمدن توی حاشیه قرار بدن که دیده بشن، ولی واقعا نه به لحاظ فکری، زمانی، کاری، از هر نظر که حساب کنین این امکان برای گروه رسک وجود نداره که تو این فضاها بره. و همیشه ما خودمونم دوری کردیم برای اینکه کارمون بهتر پیش بره واقعا. بله. اگرم موضوعی حالا وجود داشته سعی کردیم درون گروه حل بشه و مالا زیاد در فضای بیرون گروه، چون ارتباطی به بیرون از گروه نداره که بخواد خیلی پاش بتونیم بخوایم حاشیه درست کنیم. بله، به هر حال این خودش یه شانسه، این خودش یه شانسه که محبوب مخاطبینشون باشن و مخاطبین هرگز حاضر نشن در مورد اون گروه حرفی رو بزنن. این نشون میده که مردم دوست دارن و دوست داره این گروه هستن. خب جناب فرزاد، برای شکلگیری هر آهنگی یه مراحلی هست، مراحل خاصی رو باید طی بکنی، پروسه خاصی رو باید پیش بری یک آهنگ بتونه تنظیم بشه، درست بشه و به سمع و مخاطبین قرار بگیره و شنونده ها اونو بشنون و بپسندن. واقعا در گروه رستاد با توجه به اینکه ناحیه به ناحیه میرید، تکه به تکه ایران رو میچرخید، از گوشه به این گوشه میرید تا یه آهنگ رو بتونید تنظیم کنید، ویدیوش رو درست کنید و برای مخاطبینتون ارائه بدید، در این مسیر شما چه حرکاتی رو، چه کارهایی رو انجام میدی؟ در واقع نحوه شکلگیری یک آهنگ در رستاک به چه شکل هست؟ بله، در واقع ساختار گروه رستاک ساختار اکسپریمنتال تجربیه و در واقع ما از ابتدا یک نقشه از پیش تعیین شده نداشتیم تو مسیرمون و هر پروژه‌ای که تعریف کردیم با چالش‌های جدیدی بوده و به هر حال شرایط مختص به خودش رو داشته، ولی در واقع یک موضوع کلی داریم. ما برای اینکه یک پروژه رو شروع کنیم اولی یک پروژه رو تعریف می‌کنیم که مثلا می‌خوایم یک آلبوم تهیه کنیم یا یک سری کنسرت داشته باشیم، یک توری رو داشته باشیم، تور کنسرت داشته باشیم یا یه مجموعه پژوهشی رو بخوایم آماده کنیم، در واقع این رو در قالب یک پروژه تعریف می‌کنیم. بعد مثلا برای بخوام خردترش کنم کار رو، مثلا برای توریدی اثر ما یک فضای پژوهشی در ابتدا داریم که تحقیق میکنیم روی موسیقی یک منطقه که از آرشیف هایی که خودمون داریم و یا آرشیف هایی که پژوهشگران دیگه در واقع جمع آوری کردن مجموعه رو جمع میکنیم و در این حال گاه ممکنه حالا تو حوزه عناصر فرهنگی دیگه هم وارد بشیم تحقیق بکنیم، نه فقط موضوع موسیقیش. در واقع در نهایت مثلا یک چند سوژه انتخاب میشه، اون سوژه ها رو در یک فضای کارگاهی میشینیم و انتخاب میکنیم که الان برای این پروژه‌ای که تعریف کردیم کدوم سوژه بهتره و بعد شروع میکنیم کار آهنگسازی روی اون قطعه در یک فضای کارگاهی کوچیک اسم جلسات ساخت، که در واقع یک گروه ایده پردازی هستیم که شروع میکنیم روی اون توجه در واقع که خمیرمایه کار میشه شروع میکنیم ایده پردازی کردن. هر جلسه ایده پردازی ممکنه بین 4 تا 6 ساعت طول بکشه، ممکنه نتایجی به دنبال داشته باشه یا نداشته باشه، یا فقط در مورد اون سوژه فقط بحث کنیم، حتی ساز هم نزنیم، ولی در نهایت حالا اون نتایج اون جلسه رو ثبت و ضبط میکنیم و بعد میریم و جلسه بعد برمیگردیم دوباره ادامه میدیم. هر جلسه، هر آماده کردن هر قطعه در این مرحله ممکنه بین 1 تا 10 جلسه هم طول بکشه
بعد این مجموعه کوچیک که مجموعه کوچیکتری از گروه رستاکه که همین کار صاف رو انجام میدن، نتایج رو میبرن، در واقع نتایج رو میبریم توی فضای بزرگتر گروه و اون ایده ها شکل میگیره. تیم ایده پرداز حالا چند نفر از نوازندگان گروه هستن که بسته به پروژه تعریف میشن که کیا باشن، و همینطور آقای سپری که آهنگساز و سرپرست گروه هستن، این ایده ها رو در واقع منظم میکنن و فرم قطعه رو تعیین میکنن. بعد از اینکه این کار صورت گرفت، تو تمرینات گروهی این کار ادیت میشه، اگه لازم باشه برمیگرده دوباره به جلسات ساخت و این پروسه ادامه پیدا میکنه. در نهایت یک قطعه از نظر فرم و تنظیم آماده میشه، ارکستراسیون شکل میگیره و بعد اون وقت این قطعه در فضای تصمیم گرفته میشه توسط آقای سپری که آیا این قطعه روی استیج بره اجرا بشه بعد ضبط بشه، یا اینکه مستقیما بره به استودیو و ضبط بشه و بعد از ضبط در واقع تمرین کنیم برای اجراهای صحنه ایش. ولی معمولا اینطوریه که بالا اجرای صحنه ایش رو انجام میدیم، توی استیج های مختلف این کار چک میشه، چه توی مناطق بومی که حالا اون ملودی از بطن و فرهنگ در اومده، یا یعنی که فضاهای متفاوت دیگه از در واقع جاهای دیگه. و این مجموعه این پروسه ادامه پیدا میکنه، در نهایت ضبط میشه کار و حالا باز هم مرحله تصویر برداری و حالا کارهای دیگه روش انجام میشه. ولی اون اتفاقی که میفته اینه که ما هیچ وقت قطعه رو نوت نویسی نمی کنیم که ثابت بمونه و ثبت بشه اینجوری، و این رو در واقع به خاطر این که از خود موسیقی بومی الهام گرفتیم که باید پویایی داشته باشه، و به همین خاطر ممکنه یک قطعه در یک پروسه زمانی مثلا 2-3 ساله تغییرات عمده‌ای بکنه، هم برای اینکه اون پویایی خودش رو حفظ کنه، هم اینکه خودمون در اجرای صحنه بسیار حالا زیادی که داریم اون به اون تکرار و اون تکرار نرسیم، همش تغییرات بدیم که به سمت بهتر شدن بره و بروز باشه در واقع. آهنگی این پروسه بله بفرمایید خواهش می‌کنم. این پروسه‌ای که در واقع طی میشه برای حالا یک قطعه موسیقی، واقعا آدم فکر میکنه که برای یک قطعه موسیقی ساعت‌ها فکر خوابیده پشتش، ساعت‌ها با همدیگه چه فراز و فرودهایی داره تا یه قطعه موسیقی ساخته بشه و اینطور دلنشین بر دل همه شنونده ها بشینه. نظر لطف شماست. کاری راحتی نیست. بله. و جناب فرزاد، من فکر میکنم حیات و منبع درآمدزایی هر گروهی، هر خواننده‌ای بشوی کنسرتاش هست، بدون برو برگرد، بدون تعارف. ولی خب از زمانی که این پندمیک اومدش و این کووید دنیا رو فرا گرفت، تقریبا میتونیم بگیم که کنسرت ها همه خوابید و هیچ گروهی، هیچ خواننده نتونست کنسرت بذاره. کنسرت هایی که تنگ و تنگ با حضور تماشاچی باشه، ممکنه که به صورت آنلاین و در دنیای مجازی کنسرتی اجرا شد، ولی این که در سالونی باشه و تماشاچی وجود داشته باشه ما نداشتیم. و به همین جهت خیلی از خواننده ها و خیلی از گروه ها دوچار یه رخوتی شدن، دوچار کمکاری شدن. اما من چیزی که شاهد بودم این هستش که گروه رستاک فعالتر و پرکارتر از گذشته پیش اومد. اول از همه که با بهار شروع کردیم، نوروز رو با بهار شروع کردید و اومدید، بعد خانه در بدون مرز بود دیگه، دیوارها رو شکستید و وارد خانه ها شدید، و بعدش دایره کار رو اومدید وسیع تر کردید و یه آلبومی رو درست کردید، مرزهای جغرافیایی رو شکستید و پروژه رقص با رستاک رو ارائه دادید. و من میتونم بگم که با این پروژه ایرانی های سر تا سر دنیا رو به رقص آوردید، شاید هم دنیا رو به رقص آوردید. خب
چی شد که تصمیم گرفتید این ششمین آلبوم رو در یه همچین شرایطی شما بسازید؟ شرایطی که همه ساکت بودن، همه منتظر بودن ببینن در آینده چی میشه، ولی شما اقدام کردید و پشتش رو گرفتید و ششمین آلبوم رو ساختید. بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، نظر لطف شماست. در واقع آلبومی که تولید شده نامش هست Dance with Rastak، یعنی همون با رستاک برقص. این منابع الهام مختلفی داشت که این اسم رو حالا انتخاب کردیم. یکی از مهمتریناش این بود که در واقع ما شاهد این بودیم که خیلی از حالا هم ایران هم جاهای دیگه دنیا که حالا طرفدار رستاک هستن با موزیک های گروه رستاک خب میرقصیدن و این رو میفرستادن برای ما، حالا و یا خودمون مشاهده میکردیم در اینترنت. این یکی، این باعث شد که ما این سوژه رو انتخاب کنیم، پروژه رو با این نام تعریف کنیم. یکی دیگه این که خب در اوایل که کرونا اومد موج بزرگی از افسردگی در واقع بر جامعه حکم فرما شد و ما دنبال یک راهی بودیم که ای کاش میتونستیم واقعا اون آزادی عمل رو داشتیم، یک مقداری هم اگه در توان داریم کمک کنیم که جامعه خوشحال باشه و برقصه. و دیدیم که کادر درمان، مثلا فیلم هایی از کادر درمان اومد که در اون فضایی که سخت‌ترین فضای ممکنه بود که در کنار مرگ زندگی میکردن ولی رقص رو توی شغلشون داشتن و این یک شوک احساسی خیلی خوبی به ما ایجاد کرد که ما هم پس وقتی اونها میتونن ما هم باید بتونیم که این کار رو بکنیم. و به همین خاطر پروژه Dance with Rastak رو تعریف کردیم و گفتیم که درست شرایط سخته ولی باید تلاش رو انجام داد. و یکی از در واقع میشه گفت اکتیو ترین و شاد ترین آلبوم های رستاک رو در واقع ترش رو ریختیم و واقعا تو این شرایط دو ساله کرونا که خیلی شرایط سختی بر همه گروه های هنری که ما هم از اون مستثنا نبودیم حاکم بود، تونستیم به سختی این کار رو انجام بدیم و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی رو گرفتیم از این کار و مهمترینش احساس خوب خودمون بود از نتیجه کار. ولی واقعا همینطوره، توی این یکی دو سال اخیر تعداد افرادی که گرفتار افسردگی شدن و به همین دلیل به روانپزشکا و روانکاوها مراجعه کردن بسیار آمار بالاست و کار شما تونسته که قدری از این آمار کم کنید، چون واقعا وضعیت خاصی بودش، وضعیت نابسامانی بود، آینده مبهمی بودش، نمیدونستن چه خواهد شد، چه بر سرشون خواهد اومد، ولی خلاصه لحظاتی رو با رقص با رستاک میرقصیدن و از اون دلتنگی ها در میمدن. و من فکر میکنم قطعا این آلبوم رقص با رستاک با بقیه آلبوم های شما متفاوت هست، یه شکل دیگه، یه شیوه دیگه عمل کردید. دلم میخواد بدونم تا الان بازتابی که شما دیدی و بازخوردی که از این آلبوم شما مشاهده کردید چی بوده؟ بله، ما بازخورد خیلی نمیتونم تعریف کنم از کار خودمون بگم که چی بود، اینو حالا مخاطب ها باید بگن، ولی اون چیزی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم از بازتابی که مخاطب ها دادن، کسانی که میشنیدن راضی بودن از همه اقوامی که در واقع از موسیقی اونها در این آلبوم استفاده کردیم، یک احساس رضایتمندی خوب داشتن و این برای ما خیلی ارزشمند بود. با در واقع موسیقی ما خیلی خوب تونستن برقصن و خوشحال باشن. بله، مطمئن هستم که همینطوره، مطمئن هستم که خیلی با رقص با رستاک، با رستاک به رقص رقصیدن و لحظاتی رو شاد بودن. و اما
آهنگ و آلبوم هایی که شما بیرون میدید مشتاقانه بسیاری دارید، اما این مشتاقان نمیدونن چطور میتونن این آلبوم ها رو تهیه کنن، از چه راههایی میتونن رو به دست بیارن. بسیاری از علاقمندان شما حاضر به این که کپی کنن کارها رو نیستن و فکر میکنم بالاخص برای گروهی که مستقل داره عمل میکنه باید به شکلی پشتیبان اونها باشن، باید به شکلی حمایت کنن، باید به شکلی با حمایتشون این گروه رو بیشتر از گذشته سر و پا نگه دارن. حمایت مردم هست که باعث میشه گروهی سر ذوق بیاد و به دنبال برنامه های آینده و آهنگ ها و قطعه ها و آلبوم های بهتر و شکیل تر و فاخر تر باشه. ولی خب همونطور که گفتم خیلی ها نمیدونن از چه مسیر هایی میتونن آلبوم های شما رو به دست بیارن. در این مورد لطف کنید توضیح بدید. عالی، خواهش میکنم. خواهش میکنم. من خیلی ممنونم از طرف گروه هم دارم میگم که خوشبختانه مخاطبان رستاک خیلی به این موضوع اهمیت دادن و در واقع سعی کردن تا اونجایی که ممکنه و براشون ممکنه کپی رایت رو رعایت کنن. اونهایی که میدونستن کپی رایت چیه و موضوع کپی رایت رو میدونن قطعا رعایت کردن و ما ازشون ممنونیم. برای آلبوم بارستاک برخ حتی در موضوع فروشش هم یک اتفاق جدید ایجاد شد برای رستاک که سایتی طراحی شد با نام dancewithrastak.com که در واقع در ابتدای کار که خب شرایط بسیار سختی رو ما داشتیم بخشی از منابع مالی این کار از طریق پیشفروش آلبوم در واقع تأمین شد، هرچند که خب خیلی فاصله داشت با اون گاهی که ما داشتیم به این موضوع، ولی خب یک حس خیلی خوب ایجاد میکرد که مخاطبان با ما همراه هستن و شانه به شانه ما میان و ارزش قائلن برای کاری که هنوز تولید نشده و لمسش نکردن کار رو، ولی این اعتماد رو دارن به رستا که کار رو پیش خرید کنن و با این شکل ما شروع کردیم. برای اولین بار مستقلانه این کار رو کردیم و خوشبختانه بعد از انتشار آلبوم هم این سایت فعالیت خودش رو همچنان ادامه داد و ادامه داره همچنان و ما سعی میکنیم که آلبوم هامونو از این طریق به صورت مستقیم در اختیار علاقمندان قرار بدیم، کسانی که میخوان که کپی رایت رو رعایت کنن و حمایت کنن از گروه رستاک و ما بتونیم از این طریق برای آثار بعدیمون همین کار رو انجام بدیم و با کیفیت خوب آثار بعدی رو تولید کنیم. در این سایت حالا غیر از کار دنسفید رستاک آثار دیگه گروه رستاک رو هم قرار دادیم و ادامه داره این موضوع. بله، پس دوستان علاقمندان گروه رستاد، همه شما که پایبند این هستید که نباید کپی کرد و باید به شکلی حامی گروه مستقل رستاد شد، سایت dancewithrastak.com رو فراموش نکنید. میتونید تمام قطعه ها و تمام آلبوم های گروه رستاد رو از این سال خریداری کنید. و خوبه خیلی جناب فرزاد، همونطور که علاقمندان شما از شما انتظاراتی دارن که دلشون میخواد آهنگهایی رو درست کنید و هدیه کنید به مردم که اون شور و نشاط رو براشون ایجاد کنید، مضافم بر این که اون حرمت ملودی های گذشته رو حفظ کنید، من فکر میکنم گروه رستاک هم به شکلی از علاقمندانشون یه توقعی دارن و فکر میکنید که مهمترین و بزرگترین حمایتی که میتونه، پشتیبانی که میتونه مردم از گروه رستاک داشته باشن به چه صورت هستش؟ خب خیلی چیزها هست، یعنی همین که واقعا اون احساسی که نسبت به گروه دارن و اینکه بعد از 11 سالی که میگم 11 سال از پاپیولار شدن گروه رستاک
خب خیلی ها گروه رستاک رو شناختن. هنوز رستاک هست و دوست داشته میشه و احساس طرفدارانش رو پشت خودش داره. این بزرگترین نعمته برای من. من همیشه اعتقاد داشتم که حتی کسانی که قطعه موسیقی رستاک رو گوش میدن هم دارن کار خودشون رو انجام میدن و اون احساس دلگرمی رو به ما میدن. کسانی هستند که این کار رو دانلود میکنن و نمیدونن کپی رایت چیه. اونها هم به هر حال یه وقتی میذارن میرن سرچ میکنن موسیقی جدید رستاک رو پیدا میکنن برای هم دیگه سند میکنن. همینقدر رو میتونن کمک کنن به این موضوع و احساسشون رو در واقع با اشتراک بذارن با دیگران از طریق رستاک. ممکنه کسی بیاد آلبوم های ما رو اورجینال بخره، اون یک مرحله بعد از اون اتفاق هست. خیلی ها رو داشتیم در این دوران که آلبوم های رستاک رو هدیه میدادن به هم دیگه. این یک اتفاق جدیدی بود، یعنی جالبی بود برای خود گروه رستاک که آثار رستاک شده بود یک اثر فرهنگی که قابل هدیه دادنه و به صورت اتفاق خیلی یعنی به صورت خیلی زیادی تو ایران اتفاق افتاد. خیلی وقتا هم هستن کسانی که میان با شرایط سخت مالی که وجود داره تو امکانات کمی که حالا براشون وجود داره کنسرت های رستاک رو میان. این باز برای ما ارزشمنده. و دوستان دیگه که میان اسپانسر فرهنگی میشن و اعتماد میکنن با آثار رستاک، اونها یک مرحله دیگه از کار هستن. به هر حال من فکر میکنم که همه این کارها به نظر من ارزشمنده و پشت تمام اینها احساس آدم هاست که برای من بسیار ارزشمنده و این خوشحال کننده است. و اگر این اتفاق ادامه دار باشه ما امیدوار میشیم برای ادامه کارمون در آینده. بله من مطمئن هستم که اونطور که شما فرمودید برخی دانلود میکنم، با وجود اینکه دانلود کردن هم شما گله‌مندی نداشتید و گله‌ای نکردید و اون رو هم نشانه از علاقه علاقمندانتون نسبت به کار رستاک میدونستید، اما با توجه به صحبتهای شما و گفتگویی که من و شما الان با هم داشتیم و بعد بینندگان و مخاطبین این برنامه اون رو میشنوند، متوجه میشن که باید به شکل درست تری حمایت پشتیبانی کرد. و آخرین سوال من فکر کنم این باشه که نه این یکی مونده به آخر هست. قبل از این که کووید بیاد در محافل هنری اینجا و همینطور بین ایرانی هایی که مقیم کانادا بودن این زمزمه ها شنیده می شد که قرار رستاک بیاد، قرار برنامه هست که رستاک بیاد، ولی خب این کووید برنامه ها رو به هم ریخت. اولا می خواستم بدونم این شایعه بود یا حقیقتی بودش که به انجام نرسید، و اگر به حقیقت بود و به انجام نرسید آیا برنامه دارید که به کانادا سر بزنید؟ بله شایعه که نبود. ما خوشبختانه فکر میکنم سه بار این افتخار رو داشتیم که در کانادا تور کنسرت داشته باشیم و همراه هموطنهای عزیزمون باشیم. و قرار بود که برای بار چهارم این اتفاق بیفته. تمام برنامه ریزیاش هم انجام شد ولی متاسفانه چند ماه بعد از اتفاق کووید 19 قرار بود بیفته که دیگه خوردیم به موضوع کرونا دیگه و نشد. ولی امیدواریم که هرچی زودتر این شرایط به حالت عادی برگرده و قطعا یکی از کنسرت های مهم ما کنسرت در کانادا خواهد بود و امیدواریم دوباره هموطنان عزیزمون و طرفداران گروه رو در اونجا ببینیم. خوش خبر باشید و ما هم در کانادا چشم انتظار دیدن شما هستیم و مشتاقانه منتظریم که این خبر دوباره بپیچه در بین همه که رستاک داره میاد اینجا. و آخرین سوال، غیر از اومدنی به کانادا
چه برنامه های دیگه و چه هدف های دیگه ای رو رساج در آینده نزدیک یا دور داره؟ بله، خواهش میکنم. در حال حاضر که بیشتر برنامه ما روی کنسرت ها هست، یعنی در واقع میخواییم کنسرت داشته باشیم، ولی خب میگم وابسته به این موضوع کرونا است. برنامه ریزی رو داریم برای هم تورهای جای مختلف دنیا، هم فستیوال های موسیقی، ولی اون چیزی که مربوط به کارهای تولیدی ما میشه، ما یه پروژه رو شروع کرده بودیم به نام در خانه بیمرز که به موسیقی کشورهای همسایه ایران پرداخته بودیم. ما سعی میکنیم که در فضای واقعی در واقع بریم تحقیق میدانی کنیم تو این مناطق و بریم موسیقی این کشورها رو بشناسیم از نزدیک، مثل اتفاقی که برای موسیقی رستاک در ابتدای کار افتاد و میرفتیم توی مناطق مختلف ایران. شاید برای اینکه این کار در واقع درست‌تر و عمیق‌تر انجام بشه باید تحقیق میدانی انجام بشه. این کار رو داریم انجام میدیم. بیشتر توی فضای شبکه‌های اجتماعیمون داریم فعالیت‌های انجام میدیم، به خصوص در واقع سایت یوتیوب رو داریم تقویت میکنیم و اتفاقات خوبی داره میفته. آدرس سایتمون هم رستاک میوزیک هست در یوتیوب و همینطور در واقع کارهای دیگه ای هم داریم، برنامه های دیگه هم داریم که امیدواریم که در ادامه بتونیم انجام بدیم. خیلی ممنونم از شما که در واقع بنده رو قابل دونستین، دعوت کردیم به برنامه‌تون و همینطور همکاران عزیزتون. ببخشید، من فکر میکنم خیلی در واقع گفتگو کردم و صحبت کردم، سرتونم به درد اومد. خواهش میکنم، امیدوارم که هرچی زودتر این موضوع کرونا حل بشه و بتونیم به زودی در کنار هموطنهای عزیزمون باشیم. بله، من باید باز هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که در یوتیوب رستاک رو با رستاک موزیک پیدا کنم و همینطور برای به دست آوردن آلبوم های مختلف شما rastak.com رو فراموش نکنم. تمام آلبوم های شما رو از این سایت میتونن خریدار کنم. و جناب فرزاد، من سپاسگزار شما هستم. میدونم که و میدونستم که بیمار هستید، کسالت دارید، مردگی داشتید و هنوز صدای شما صدای بازی نیست، هنوز گرفتار سرفه میشید، ولی با دعوت من رو پذیرفتید و اومدید و این برنامه رو گذاشتیم. صمیمانه ازتون سپاسگزار هستم و خواهش میکنم. آرزو میکنم با تمام وجودم که با همیاری و همیت و همت بلند همه شما بیننده ها، گروه مردمی رستا که واقعا سند افتخارآمیز ملی و گنجینه هنر و میراث گذشتگان ما هست، از گزند و آسیب ها به دور بمانم و تازه تر و شادابتر جاوید و ماندگار آنچه که می سرایم، آنچه که قطعه هایی که درست می کنن به دست آیندگانمون منتقل بشه و آیندگان ما دل به این روایت های نو از آهنگ ها و نواها و نغمه های کهن ایرانی بدن تا این زنجیره هرگز پاره نشه. سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم و با امید اینکه باز هم بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم در آینده و از بر هدف‌ها و برنامه‌های آینده شما بیشتر مطلع بشیم، با شما جناب فرزاد مرادی، خواننده و نوازنده گروه رستاک، از طرف خودم و پرشن وارس جوایز فارسی باز هم صمیمانه تشکر می‌کنم و از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خیلی متشکرم از دعوتتون و با آرزوی شادی و سلامتی برای شما و همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن.
سپاسگزارم. روزتون خوش، روزگارتون خوشترین باشه.